معترضین در هلمند پرچم ایران را آتش زدند. فعالان جامعه مدنی و جوانان در هلمند در اعتراض به قتل مهاجران افغان در ایران پرچم این کشور را آتش زدند. امروز باشندگان شهر لشکرگاه هلمند طی اعتراضات خیابانی به دلیل آنچه آتش زدن موتر حامل مهاجران افغان در ایران خواندند، با آتش زدن پرچم ایران خواستار تحقق عدالت شدند. جزئیات این مطلب را با پیگا با هم تعقیب میکنیم. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز چینل پیگا. تا امید این که شب و روز زندگی شما سرشار از خوشی و سرور باشد، شما را به تماشای یک ویدیو جدید از چینل پیگا دعوت میکنم. امید تا آخرین ویدیو با ما باشید و ببینید که خشم و انتقاد مردم در افغانستان و خارج از آن کشور تا کدام اندازه در برابر این جنایات هولناک غیر انسانی بازتاب یافته است. در این ویدیو شما نظریه های بعضی از افراد در شبکه های اجتماعی را نیز خواهد داشت و ببینید که ولایت افغانستان چگونه با محکوم کردن این عمل وحشیانه حس انزجار و تنفرشان را از این عمل غیر انسانی بروز دادند. در اکثر ولایت و به خصوص در ولایت هلمند و هرات افغانستان تظاهرات گسترده و واکنش تند بر علیه این اقدامات دولت ایران به نمایش گذاشتند. فعالان جامعه مدنی و جوانان در هلمند در اعتراض به قتل مهاجران افغان در ایران پرچم این کشور را به آتش کشیدند. امروز باشندگان شهر لشکرگاه هلمند طی اعتراضات خیابانی به دلیل آنچه آتش زدن موتر حامل مهاجران افغان در ایران خواندند، با آتش زدن پرچم ایران خواستار تحقق عدالت شدند. پیش از این در رسانه ها با نشر یک ویدیو خبر آتش سوزی موتر شماره از مهاجران افغان در شهر یزد ایران گزارش شده بود. به اثر تیراندازی و آتش سوزی موتر حامل مهاجران افغان در منطقه مهریز شهر یزد ایران 3 تن از آنها جان باختند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. ویدیوی از سوختن یک موتر و سرنشینان آن در شهر یزد ایران در رسانه های اجتماعی منتشر شده که گفته می شود حامل مهاجران افغان بوده و توسط پلیس ایران هدف قرار گرفته است. مسئولان امنیتی ایران گفتند که موتر حامل افراد پس از آن دچار حادثه شد که از یک ایست بازرسی پلیس متواری شده بود. بعدای آنان این موتر بدون توجه به تیر هوایی پلیس با تایر پنچر 8 کیلومتر به مسیر خود ادامه داد که در نتیجه بر اثر داغ شدن رینگ های آتش گرفته است. روز گذشته سفارت افغانستان در تهران نوشته بود که سفیر افغانستان در تهران از زخمیان رخداد آتش سوزی موتر در شهر یزد ایران دیدار کرده است. در پایان این خبرنامه آمده است که روند پیگیری و دیدار با دیگر حادثه دیدگان و مقامه های مسئول در ولایت یزد ایران ادامه دارد و خبرهای بعدی و تکمیلی نشر خواهد شد. اما آقای نبیل می گوید که مسئولین افغانستان در مقابل دولت ایران دهانشان پر آبند. هیچ وقت انتقاد یا عکس العمل جدی در مقابل آنها از خودشان بروز دادن نمی توانند. نمونهش آقای کرزی بود که مستقیم از دولت ایران پول میگرفت و در مقابل هر جنایت ایران سکوت میکرد. آقای حبیب پیدرام نماینده مجلس گفت با آتش کشیدن موتر پناهجویان افغان از سوی پلیس ایران جزء جنایات و وحشیگری رفتار خلاف اخلاق انسانیت، قوانین بین المللی و عرف همسایه‌داری نیست. ویدیویی که از این سانحه المناک پخش شد و فردی که به شدت زخمی شده بود فریاد میزد کمی آب بدهید که سوختم. واقعا درد جانکاهی بود که در شبکه های اجتماعی عکس العمل شدید را به خود داشت. چیزی دیگری که در شبکه های اجتماعی بیشتر مورد انتقاد کاربران قرار گرفت نمایش تصویری از زخمیانی بود که دستبند به دستش و گریه میکرد و سفیر افغانستان در پهلوی آنها استاده بودند. یک از آنها یگانان آور خانه ایشان بود و گریه میکرد و
و می گفت مادرم تصویر و ویدیوی ما را دیده، فامیل ما خیلی نگرانند و اینکه چه بلای دیگری بر سر ما خواهند آمد گذشت زمان آشکار خواهد کرد. اما بسم الله تابان می نویسد وقتی که آدم یا فردی ولچک می زند که فرد مرتکب جرم کلان شده باشد، یا خطر فرار او موجود باشد، یا خطر متضرر فرد به خودش متصور باشد، یا اینکه پلیس مطمئن شود که دیگر وسایل جز ولچک و دستبند کارساز نیست. اما زمانی که تصویر فرد مجروح و در عین حال محافظت شده در شفاخانه با دستبند میبینیم، باید این پناهجوی افغانی جرم سنگین را مرتکب شده باشد که بعد از مداوا منتظر یک محاکمه طولانی و نتیجه سنگین آن باشد. با سپاس فراوان از این که تا آخر این ویدیو ما را همراهی کردید. امید با تماشای این ویدیو حس انزجار و آتش نفرت شما نسبت به نظام خائنانه دولت ایران بیشتر شده باشد. امید که دولت و ملت افغانستان کمی بیدار شوند و نسبت به چنین حوادث تلخ و ناگوار بی‌پروا از کنارشان نگذرد. برای حمایت بیشتر ما چینل پگاه را سابسکرایب و ویدیوهای ما را لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، روزگار همگیتان خوش و ایام به کامتان باد.